کنستوتسه تاجیکستان مقایسه نشونده بوده به اندیشه امام‌علی رحمان مسالمت را پهن میکند. به مناسبت 22مین سالگردی قبول کنستوتسه، رحمان در سخنرانی خود عرض نمود. روند و رویدادهای زمانی معاصر تقاضا میکنند که هر یک شهروند کشور جهت رعایت معیارهای کنستوتسه و در مجموع معیارهای قانونگذاری کشور و درک عمیق ماهیت آنها همچون واسطه مهم تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی همیشه کوشش نماید. اینچنین رحمان برای رعایت و حمایت کردن کنستیتوسیه دعوت نموده، قید کرد که کنستیتوسیه تاجیکستان خصوصیت ملی دارد و با خواهش مردم تاجیک قبول شده است. در این سند مهم انعنه های تاریخی، دولتداری و مفکوره گومانیستی تمدن خلق تاجیک عکس یافته است. ولی او عنیق نکرد کنستیتوسیه که از طرف انسان ایجاد شده با تاریخ اسلامی خلق تاجیک چی مناسبتی دارد. حالانکه روسیه سالهای 90 عصر 20 رژیم ظالمانه رحمان را به طور مجبوری درآورد. مشاهدان قید میکنند که بیانات رحمان عاید رعایت حقوق و آزادی های انسان که در کنستیتوسیه نوشته شده است خنده‌آور میباشد. خصوصا سالهای آخیر کوشش امام علی در تبدیل دادن تاجیکستان به ازبکستان دوم اثبات آن را دارد. در این روش در تاجیکستان فکری شخص پرستی پرزیدنت پهن گشته، همه نمودی خصلت های اسلام من شده، زندان ها با اعضایان هر گونه حرکت های اسلامی پر خواهد شد.